اینا توصیه هایی هست برای زندگی شاد. بشینه خیلی ممنون متشکر محبت دستتون درده چون حالا اینجا بشینه این البته برای هر جو بود سابق برای یک کسایی به اسم ساقدوش می اومدن یه چیزایی رو که تو زندگی لازم بود به پسر و دختر میگفتن به این مسئله جنسیش که دیگه اینترنت حل کردن همه فاردن پسر خودم تازه بالا شده بود بردمش بیرون از پرچم و مادگی و اینا شروع کردم گفتن تا اومدم به زایمان همه اینا توضیح دادم براش بعد حرفم که تماشا گفت بابا یه چیز تازه تر نداری میگی گفتم من اینا دانشگاه یاد گرفته بودم دویستان در بلادی دیگه چی کار کنم خوشبختانه همه روز این چیزا رو میدونن این چیزایی که میخوام بگم برای یه زندگی شاده هیچ توضیحاتی از اگه خواستیدم هر کجا خواستید بهتون توضیح بدم یه تعدادی هست از آموزش‌ها که تو زندگی خودم رعایت کردم امیدوارم که شما هم رعایت بشن اول اینکه به درد اون قدیمی ها میخوره اونایی که اون طرف نشستن هم بد نیست گوش کنن به دردتون میخوره اینقدر بد نیست یکی این که به همدیگه احترام بذاریم احترام نشونه فاصله نیست اتفاقا نشونه نزدیکیه بعضی اول ازدواجشون به هم بیام فداچوام و قربونت برم و عزیزم میگن چند وقت روزش دیگه هر چیزی از دهنشون در اومد میگن فکر میکنم صمیمی شدن اینطور نیست احترام گذاشتن در دریت به همسر در درجه اول احترام گذاشتن به خود آدم است چه آدم وقتی به خودش احترام بذاره به همه دنیا احترام بذاره چون کسی به خودش احترام بذاره به همه احترام بذاره جلوی دیگران حتما هم دیگر رو با لفظ خانم آقا خطاب بکنید یادتون باشه همیشه از هم تشکر کنید و برای هر چیزی که میخواد از هم دیگه خواهش کنید این همش چیزای خیلی مهمی حرفای خصوصیتون رو به هیچ کس حتی به پدر و مادرتون هم نزنید من این که قبلا با هم توافق کرده باشید که از کسی مشورت بگیرید به خانواده های هم و فرزندانتون احترام بذارید ولی اجازه ندید تو زندگی مشترکتون دخالت کنن یادتون باشه اغلب اونا با حسنیت این کارو میکنن بنابراین شما با احترام ازشون بخواید که دخالت نکنن یعنی به شما مربوط نیست بخواهش بکنم یک طوری بکنید که نراحت نشید هیچ وقت خودتونو همدیگر رو با دیگران مقایسه نکنید شوهر فلانی اونجوریه زن فلانی اونجوریه من اینجوری هستم هیچ وقت خودتون رو با دیگری مقایسه نکنید از هم توقع زیادی نداشته باشید هر دوی شما انسانی به حق دارید اشتباه کنید حتی حق ندید اشتباهتون تکرار کنید از یکدیگر مثل یک امانت الهی نگهداری کنید و تمام سعیتون رو بکنید تا همسرتون با آرزوهای انسانیش برسه همیشه مصلحت زندگیتون رو به مصلحت فردیتون ارجح بدونید هر وقت عصبانی شدید یه لیوان آب خنک بخورید چند تا نفس عمیق بکشید تا حالتون خوب نشد پسرم تو از خونه بیرون برو قدم بزن رانندگی نکن فقط قدم بزن میتونی به پارک هر چی که حالت بهتر بشه اما دخترم تو هیچ وقت خونه رو ترک نکن مهم نیست خونه به نام کی هست مالکیت معنوی خونه مال زنه تو هیچ وقت خونه رو ترک نکن فیلم خنده‌دار بذار دوش بگیر هر کاری میکنی بکن ولی خونه رو هیچ وقت ترک نکن سعی کنید که هیچ وقت هم انتقاد نکنید به جای این کار نکات مثبت رفتاری شخصی همدیگه رو به همدیگه یادآور بشید قور نزنید اگه رفتاری باعث ناراحتیتون میشه با آرامش و حسن نیتتون به همسرتون بگید و به دلایل اون توجه کنید پسرم حواست باشه خانم‌ها به علت شرایط هورمونی بدنشون بعضی از روزا بدون هیچ علت بد اخلاق هستن و این روزا باید کوتاه بیاد دخترم آقایون بعض وقتا احتیاج به تنهایی دارن در این مواقع زیاد سر به سرشون نباید گذاشت یه زمان مدتی به غار تنهاییش پناه ببرن هرگز فراموش نکنید که شخص اول تو زندگی شما همسرتونه
پس در آرایش، لباس، عرش، ادکلون اول همسرتون در نظر بگیرید و برای اون خودتون رو موجه کنید. به حقوق و آزادی های فردی هم دیگه احترام بذارید و عشق و علاقه رو وسیله برای زیر پا گذاشتن اونا قرار ندید. نگید حالا شوهرم به اشکال نده برم سر موبایلش ببینم چه خبره. فراموش نکنید که زندگی موفق نه زن سالاریه، نه مرد سالاریه، نه بچه سالاری، بلکه حق سالاری. به جای مچگیری، مخالفت با همدیگه، ملامت کردن همدیگه، سعی کنید به هم احساس مهم بودن، مفید بودن و محبوب بودن رو هدیه کنید. با هم حرف بزنید، به حرف هم گوش کنید و به یاد داشته باشید همسرتون یه موجود دیگه است. باید از زبان برای بیان مکنونات ذهنی و احساساتون استفاده بکنید. اون تو قلب شما نیست، نمیدونه که چه خبره. باید خودتون بیان بکنید اینو. از حرف زدن استفاده کنید. حرف خوب قشنگ. دخترم، مرد ها احتیاج به تایید همسرشون دارن. این تایید باید هم کلامی باشه، هم رفتاری. اگه تو خونه دریافت نکنه، در جای دیگه به دنبالش میگرده. پسرم، زنها نیاز دارن که به اونا گفته بشه که دوستشون داری. از گفتن این جمله سحرآمیز کوتاهی نکن و اجازه نده کسی دیگه این کار برای همسرت انجام بده. هرگز از جلوی همسرتون حرفی نزنید مگه قبلا از وی اجازه گرفته باشید. شوهرم گفته نه، شوهرم میخواد این کار کنه نه، همسرم زنم میتونی نه، اول ازش بپرس. بعد یکدیگر رو کنترل نکنید. عشق بهترین محافظ زندگی شما. هر وقت متوجه شدید در مورد همسرتون رفتار اشتباهی کردید، بلافاصله عذرخواهی کنید و سعی کنید اون رفتار رو به هر طریق ممکن جبران کنید. و آخرین حرفم اینه که خنده و شادی رو سر لهره زندگیتون قرار بدید و به بچه هاتون هم بیاموزید. البته این چیزی که خوندم بهتون میدم، نسخه شو به پسرم اما دادم بهش، ناقص حفظی چیزایی لازم هست، انشالله کاملش میکنید به فرزندانتون انتقال میدید. متشکرم که گوش کردید. به سلامت باشید. الله محمد و آل محمد. انشالله که زندگی خوب و شادی خواهید داشت. بر هر دوستون آرزو خوشبختی میکنم.